اولین فصلی که یک دانش آموز کنکوری باید عربی رو با اون استارت بزنه مبحث زمان و صیغه های فعل ها هستش. این زمان و صیغه های فعل ها در هر زبانی وجود داره. ما در زبان فارسی زمان گذشته، ماضی، زمان حال مضارع و زبان آینده که عربیش میشه مستقبل رو داریم و در فارسی هم دیدید که خب زیر مجموعه خاص خودش رو داره، مثل ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی التزامی، ماضی ساده یا در مضارع ما فعل امر و بقیه زیر مجموعه رو داریم. خب در عربی همین زیر مجموعه ها وجود داره با فرمول های خاص خودش و اتفاقا ما اینا رو خیلی ساده میگیم، نمیاییم تعریف کنیم. فریس به گذشته دور دلالت میکنه، میشه ماضی بعید. این به درد شاگرد کنکوری نمیخوره. شاگرد کنکوری باید تشخیص بده که من اینجا فعل ماضی بعید رو چجوری باید تشخیص بدم. به همین دلیل ما تمام زمان افعال رو به صورت فرمول شده و ساده در آوردیم تا با خوندن خیلی ساده شما همین الان میبینید که چه تستایی رو از کنکوری که خیلی ها نمیتونن بزنن، علت داره، چون نمیدونن باید سراغ چی برن. خواهید دید که شما در چه وضعیتی با چه سرعتی اون رو درست خواهید زدش. زمان صیغه فعل اولین استاد برای زدن تستای ترجمه است، یعنی غیر از این که بیس اولی عربیه، یعنی هر کسی که میخواد عربی رو شروع کنه بخونن باید از این مبحث شروع کنه. اصلا فرق اسم و فعل از همینجا تشخیص داده میشه و فعل ماضی مضارع. حالا گاهی اوقات ما وقتی که میگیم ماضی مضارع، ایراد بچه‌ها همینه، تو کل ایران وقتی که اسم ماضی مضارع میاد همه حواس ها میره روی فقط فعل ذهب و یذهب، یعنی فعل وقتی که تو باب میبری، تو وزن میبری اشتباه میکنه. یا خیلی ها گاهی اوقات از ما سوال میکنن مگه ماضی مضارع تو کنکور میادش؟ دقیقاً بعد از تدریس من روی ماضی مضارع، رو همون ماضی مضارع ساده، یعنی همون به قول خودتون همون زبای از زبایی که فکر میکنه چقدر ساده است، نشون میدم که ما در همین کنکور سال 94 هم تست داشتیم و 80% بچه ها نزدن همون تستو. چرا؟ چون نمیدونستن اصلا باید برن سراغ چه مطلبی در اون تست. عربی قلق داره، وقتی قلقش رو یاد بگیرید خدایی خواهید کرد تو این درس. مثل یک زبان دیگه، مثل زبان انگلیسی، مثل هر زبان دیگری، اگر یاد بگیریدش میبینید که چقدر راحت میشه تست زدت. واقعا به شرطی که قشنگ فرمول شده، شسته رفته و دقیقا تکنیک هایی که توی تست های ترجمه خدمتتون عرض میکنم یا تو هر تست دیگه ای که میگم اگر اجرا کنید که میبینید که مثل خودتون کسی نمیتونه تست بزنه. ما از بیس اینجا شروع کردیم، این اول عربیه، قدر میگن پایه، این اول عربی، یعنی غیر از که تو کنکورم میادش دقیقا شاگرد 0 کیلومتر از همینجا شروع خواهد کرد که براتون شروع خواهم کردش. اولین فعلی که ما میریم سراغش فعل ماضیه. منتها قبل از اینکه فعل ماضی رو بگم، کلن بچه ها روی 14 صیغه ها مشکل دارن. یعنی خیلی موقع ها وقتی بچه ها میخوان 14 صیغه رو به دست بیارن، این 14 صیغه حتی تو فعل، حتی تو اسم، حتی تو ضمیر هم وجود داره. خیلی موقع شده از شاگردی پرسیدم مریم چه صیغه ایه؟ گفته آقا مگه اسم نیست؟ مگه اسمم صیغه داره؟ خب آره دیگه، اسم صیغه داره دیگه. وقتی شما میخوای برای مریم فعل بیاری باید تشخیص بدی که مریم مثلا مفرد مؤنث و غایبه، پس من باید ضمیر هیه بیارم یا فعل مثلا تذهبو براش بیارم که مفرد مؤنث و غایب باشه. این 14 صیغه رو ما چجوری باید به ذهنمون بیاریم؟ خیلی از بچه‌ها میریم 14 صیغه رو سطح میکنن. یادتون نره گفتم توی اسلاید قبلی که به صورت مقدمه کار عربی بودش، گفته بودم خدمت عزیزام که ببینید ما امسال کوتاه‌ترین زمان رو برای در تفکر پیدا کنیم. تو عربی هر تستی تقریبا 50 ثانیه وقت داره. من اگر بخوام فکر کنم 4 تا گزینه دارم، اگر بخوام 4 تا گزینه صیغه‌مو به دست بیارم زمان میبره. برای آموزش بهتر به سراغ صیغه ها چی کار کنیم؟ ببین تصویر همیشه تو ذهن ما میمونه. تو خیابون کسی رو میبینیم میگیم قیافه آشناست، ولی اسمت یادم نمیادش. ولی برعکسش میشه اتفاق بیفته؟ نه. پس ما میایم تمام عربی رو تصویر سازی میکنیم، به تصویر کشیدیم.
چیکار کردیم؟ ما میایم همیشه برای که 14 صیغه رو به نحو احسن تو ذهنمون ببونه، ببین یک به علاوه تو ذهنمون تصویر میکنیم. این به علاوه داشته باش تو ذهنت، تو هر خونه ما 3 صیغه خواهیم داشتش. به چه صورت؟ سرگروه ها اولا تو هر صیغه میشن مفرد، دومی ها میشه مثنا. پس وسط هر خونه مثنا داریم، یعنی به 2 دلالت میکنه، و گوشه های چپ و راستمون همه جمع هامون هستن. پس اولیا مفرد، وسط مثنا، گوشه های چپ و راستمون جمعه. ببین این دیگه بگه بسم الله عربیه دیگه. سمت راستمون همیشه پسرامونن، سمت راست همیشه پسرامونن که عربیش میشه مذکر. سمت چپ همیشه دخترامونن، مؤنثامونن. 6 بالا غایب، 6 پایین مخاطب. الان هر صیغه شامل 3 بخش میشه. پس مفرد، مثنا، جمع 1 2، مذکر، مؤنث 3، غایب و مخاطب. پس من فعلی که به طور مثال اینجا می نویسم میشه جمع مذکر غایب، فعلی که اینجا می نویسم میشه جمع مؤنث چی؟ مخاطب. 2 متکلم داریم، متکلم یعنی گوینده، من الان گوینده. اگر مثل من یک دفعه تنها باشم میشم وحده، اگر من با غیره باشیم میشیم ما، میشیم مع الغیر. مع میشه به صلاح همراه غیره، من همراه و غیره میشیم ما. پس خب یکی از اشتباهات بعد بچه های ما اینه که فعل مثلا میان فقط به اولش به صلاح توجه میکنن. خیلی موقع مثلا ما فعل تحدثت داشتیم، چون اولش ته داشته به خاطر بابش، شاید چون ته رو دیده توجه نکرده به آخرش، گفته این فعل مضارع است. ما خواهشمون اینه که بیاییم مثل هر زبان دیگری، ما تو فارسی میگیم رفتم اول شخص مفرده. چرا اول شخص مفرده؟ چون ر داره اولش، یا چون میم داره آخرش؟ چون میم داره آخرش. در تمام دنیا فعل رو با انتهاش تشخیص میدیم. پس این اشتباهه اگه من بیام بگم اگر فعلی اولش همزه داره، مثلا مثل اذهب و حتی متکلم وحده است. چرا؟ خب انزلم همزه داره دیگه، اولش دیگه انزلم، خب این همزه، پس میتونم بگم مضارع است. پس از کجا تشخیص میدم؟ میایم مثل زبان فارسی میریم انتهای فعل اول. به چه شکل؟ هر فعلی که آخرش فتحه داشت صیغه 1 ماضیه. بنویسینو، هر فعلی که آخرش فتحه داشت صیغه 1 ماضیه. یعنی انزله رو من به همزه اولش کاری ندارم، انزله رو میگم چون همزه داره آخر، معذرت میخوام، چون فتحه داره آخرش، این فعل صیغه 1 ماضیه، حالا همزه داره اولش که داشته باشه. پس میگی نشانه مضارع چیه؟ نشانه مضارع تو اسلاید بعدی خدمت نشون میدم. مضارع 2 علامت داره آخرش، یا او داره یا نون داره، مثلا یذهب و یذهبانه. پس ما تو فعل ماضی الان انتهاش نگاه میکنیم، پس اولش کاری نشه باشیه. پس فتحه میشه اول صیغه ماضی. ت کلن فعلی که ت داره نشونه ماضیه باز آخرش. ما 4 تو فعل ماضی ت داریم: صیغه مفرد مؤنث غایب، صیغه مفرد مذکر مخاطب، صیغه مفرد مؤنث مخاطب، و صیغه متکلم وحده. خب فرقش چیه؟ ببین پس ت میشه ماضی، پس ت از این به بعد میشه نشانه ماضی. حالا اگر ساکن داشت میگه مفرد مؤنث غایبه، فتحه داشت مفرد مذکر مخاطبه، کسره داشت مفرد مؤنث مخاطبه، و ضمه داشت تو داشت میشد متکلم چی؟ وحده. پس ببین یه چیز اصولی، تحدثت که شاید ت رو میبینه میزنه مزاره، پس دیگه تحدثت مزاره نیست، میگم تحدثت. تحدثت صیغه 4 ماضیه، پس مفرد مؤنث غایب ماضیه. پس دیگه به اولش کاری نداشته باش. بقیه صیغامو یه بقیده مشخص سره. الف، ما یادتون باشه میگفتیم ذهب از ذهبا،
مثل ذهبو. حالا رو ذهبو اگر عادت داری صرف کنی ایبی نداره، ولی آخرش رو نگاه کن. یعنی ما وقتی که میگیم جالسو، میگیم جالسو کاری نشوش، میگی جالسو او داره مثل ذهبو میمونه. صیغه جمع مذکر غایب فعل ماضیه. پس ت ساکن شد مفرد مؤنث غایب، تا نون فتح دار ماقبل ساکن مثل ذهب نه، این خیلی به درد میخوره. هر وقت صیغه ها مثلا تو اعلام خیلی به درد میخوره، چه تو مضارع چه تو ماضی، میخوای صیغه جمع های مؤنث رو به دست بیاری، همون صیغه یکو بنویس مینویسیش، اینو تهش اضافه میکنی. یعنی شما ذهب را اگر اینو تهش اضافه کنی میشه ذهب نه، میشه صیغه جمع مؤنث غایب. بعد شناسای مخاطب اون مشخص تر بودش، میشه ت توما توم، ت توما تونه، تو نه. اینها علامت های ویژه فعل ماضی هن. شما هر کلمه ای که آخرش این علامت ها رو داشتش، اون فعل فعل ماضی خواهد بود. اما بریم سراغ فعل مضارع. تو مضارع چی خدمت دست کردم؟ گفتم مضارع دو تا علامت داره. اول چهار صیغه رو دوباره صرف کنیم. سرگروه ها مفرد، وسطی ها مثنا، گوشه هامون میشن جمع. سمت راست پسرامون بودن، سمت چپ دخترامون. شیشتای بالا غایب، شیشتای پایین مخاطب. دو تا متکلم داشتیم، وحده اولیش بود متکلم محل غیرم، پایینیمون به صلاح که ما میشدیم. مضارع گفتیم دو تا علامت داره، او و نون در انتها. پس اول ببین ما میریم انتهای فعل نگاه میکنیم، بعد برمیگردیم اول فعل. یعنی ما مثلا میگیم آقا این فعل چون واو و نون داره، الان اینجا عرض میکنم میشه جمع مذکر، حالا یه داره غایب، ته داره مخاطب. پس تو مضارع اول میرم انتهای فعل، بعد برمیگردم اول فعل. مضارع قطع آخرش یا به او ختم میشه یا به حرف نون ختم میشه. در پنج صیغه به او ختم میشه، مثل یذهب اولیشه. من فعل مضارع چون باید اولشم تلفظ بشه، به خاطر که قاطی نکنیم به سالا تو ذهنمون، من رو خود فعل یذهب اینو به سالا صرف میکنم. تو اینو الگوش کن، یعنی فردا وقتی که به شما میگه یتکاتبو، یتکاتبو ببین یتکاتبو یه داره او داره، پس مثل یذهبو میشه مفرد مذکر چی؟ قایه. دومی سیغش مفرد مؤنث قایب مثل تذهبو. مجددا یه تذهب اینجا داریم، مفرد مذکر مخاطب. صیغه هایی که هم شکل هستن اینها رو توی جمله امروز همین بعد از این که تست برات میذارم اونجا عرض میکنم، توی جمله مشخص میشه که کدوم اینو باید انتخاب بشه. از دیگه صیغه هامون غیر از این ستا که به او ختم میشه و نون نداره، یکی صیغه مثل اذهبو هست متکلم وحده، و نذهبو متکلم محل غیرمونه. بقیه سیغامون هر نهتاشون نون داره. حالا اونجایی که آنه داره همه شون میشن مثنا، یا کن همه مثنا مثل همه. سه جا ما تذهبانه داریم مثل هم، یه دونه یذهبانه هست، سه تاش مثل همه که عرض کردم مثل تذهبو یا مثل دوتا تومایی که تو فعل ماضی همسان هستن توی عبارت مشخصشون میکنیم. تا واو و نون دیدیم میذاریم سراغ جمعای مذکر. حالا اگر یه داشت میشه جمع مذکر غایب، حالا اگر ته داشت میشه چی؟ مخاطب. تا نون فتح دار دیدم ماقبل ساکن میگیرم جمع مؤنث، حالا یه داره غایب، ته داره مخاطب. مثل یجلس نه، تجلس نه، یذهب نه، تذهب نه، فرقی نمی کنه. تنها جایی که تو فعل یه و نون داره آخر فعلمون مثل تذهبین است، مفرد مؤنث چی؟ مخاطب. پس اینم از فعل پس مضارع. یعنی من اگر انزلو رو دیدم میگم آخرش او داره، مضارع است، چون اولش همزه داره حالا میشه متکلم وحده. ولی اگر به جای انزلو بود انزله، میشه چی؟ صیغه چندم ماضی، صیغه اول ماضی، چون آخرش فتح داشت.